بینده از نور سلام بر شما من اسماعیل درمان هستم با یکی دیگر از برنامه های امروز خدمت شما قرار دارم امیدوار هستم هر جای که هستین صحت و سلامت باشین اگر به خاطر داشته باشین در آخرین برنامه ای که پخش شد و البته تکرار هفته قبل دیدین ام روی روانشناسی دوستی, دوستی و دوستیابی و نوع رفتار زمانی که تغییرات در زندگی یک از دوستان می صحبت کردیم و به ادامه از او باختریزی که ما باعث با هم ربط بیشتر پیدا بکنه در برنامه امروز راجع به کمرویی و کم جرعتی در رفتار انسان ها همیان کودکان و جوان ها و همیان بزرگ سال ها صحبت میکنیم در ابتدای برنامه از آقای نوری همکار عزیز تکنیکی ما میخوایم تا که سلاید هایی که مربوط به برنامه امروز است خدمتتان بگذارند خب هم که اشاره کردم راجع به کمروی کمجورتی است برنامه امروز ماست و ما که سرش رو می پردازیم عبارت است از ای که کمروی چی هست ای که در فرنگ های مختلف کمروی چی گونه معنا میشه برای که کمروی چه قسم به وجود می آیه و همچنان ای که برای کاهش از او یا کنترل کمروی چه کارهایی باید صورت بگیره و چیز دیگه هم که در طول برنامه های گذشته فکر میکنم به صورت مکرر سرش تاکید صورت گرفته ای هست که وقتی مباعث صحت روانی و روانشناسی و امچنان شناخت از خود و هویت خود مطرح میشه طبیعتاً انسان در, داخل، در یک چهار سرش صحبت میشه در چوکات ارتباطات اجتماعی به این مناکه زمانی که فرد در ارتباط با افراد دیگه قرار میگیره از خود یک شناخت پیدا میکنه اویت خود شکل میده استعداد و توانایی ها و ظرفیت های خود مشناسه و همچنان میتونه میان این تفاوت ها میان این ظرفیت ها و استعداد هایی که در خود میبینه و در افراد دیگه یک مقایسه بکنه و بررسی لازم از رویش داشته باشه این پروسه یا فرایند میتونه که هویتش رو نشان بده که به عنوان یک کودک نوجوان کلان سال به عنوان دختر یا پسر زن یا مرد جوان یا پیر و همچنان وقتی موضوع شغل ها مطرح میشه به عنوان ای که نویسنده است، دکتر است، دکاندار است و هم سال هم میتونه که خود بیشتر بشناسه و روی هویت خود یک شناخت داشته باشه. در اینجا وقت بحث کمرویی به میان می ببینید که اهمیتش به خاطر متبارز است اه، که اه، کم یا کمرویی یا خجالت کشیدن بیشتر در ارتباط با جمع معنا پیدا می کنه یعنی وقت کسی تنها باشه طبیعتا کمرویی معنا نداره اما زمانی که در ارتباط با افراد دیگر قرار می گیره اونجاست که رفتارش نشان میده که یا این شخص در تعامل اجتماعی خود در ارتباط اجتماعی خود مثلا زمانی که با دیگر قصه میکنه یا حرف میزنه تبادل نظر میکنه و تجربه های دیگر را میشنوه یا از خود به میان میگذاره یا وقتی که در یک محفل میره یا زمانی که گفتگو و سخنرانی میکنه یا میخوای یک موضوعی را ایراد بکنه یا فرزند در مقابل افراد دیگه میخواد یک کار را انجام بده هنرمندی داشته باشه یا موضوعی را بیان بکنه و بسیاری از موقعات اجتماعی دیگه در اینجاست که این رفتار میتونه مشخص تر شوه و افراد دیگه متوجه شوند که آیا این فرد در تعامل اجتماعی خود راحت هست یا نیست مشکلی که میتونه به وجود بیاید است که اگر کم روی زیادتر باشه طبیعتا سبب میشه که نفر از های اجتماعی از ارتباط اجتماعی کنارگیری کنه اجتناب کنه یا دوری بکنه دوری بکنه و پرهیز کنه از ای که با افراد دیگه در تعامل باشه چون این تعامل سبب ناراحتیش میشه ما مییم سر از ای که چرا این کار صورت میگیره به صورت ساده کم روی به این معنی است که یک خودتوجهی فوقلاده یا ترس از ارتباط اجتماعی منظور از خود توجهی چیست؟ خود توجهی به این معنا که یک نفر راجع به خود، راجع به افکاری که داره، راجی به احساساتی که داره، راجی به نظر، نظریاتی که داره توجه فوق میکنه، سر از زیاد زیاد به عبارت ساده چرت میزنه و فکر میکنه که آیا فلان فکری که دارم درست است یا نیست به حد سو گمان زیاد فرو میره سر خود به شک میشه که آیا فلان معلوماتی که دارم دقیق است یا نیست فلان حرفی که بزنم تا چی حد میتونه پذیرفته شوه آیا دیگرا در مقابل گپایی که میزنم یا کاری که انجام میتونم چیگونه عکس عمل نشان میتن اگر فلان لباس بپوشم چیگونه فکر خود بکنن اگر به فلان لسان گپ بزنم برداشتشان یا قضاوتشان چیگونه هست و مواردی از این قبیل یعنی ای افراد پیش از یک کار را انجام بتن روی احساسات خود و افکار خود توجهی زیاد میکنن حالا هر انسان به درجاتی را داره اما وقتی که ای توجه بیش از حد میشه تبدیل میشه به یک نگرانی و این نگرانی سبب میشه که این تعامل و ارتباط اجتماعیش زیاد نباشه و مدودتر قرار بگیره و در نتیجه بسیاری وقتها میشه که یا ترجیح میدن که تنها باشن یا ای که یک علقی محدودی از دوست داره داشته باشن و یا ای که سر خود زیاد فشار بیارن وقتی که در یک ارتباط اجتماعی در یک محفل میرن یا در سنف درس میرن یا در موقعیت های اجتماعی دیگه قرار میگیرن یک فشار مضاعف سر روحیشون وارد میشه و امی وضعیت با فشار بیشتر تحمل میکنن تحقیقاتی که شده البته چیزهای جالبتری هم نشان داده مثلا فلپز زمباردو یک روانشناس بسیار مشهور امریکایی هست که در دهه 70 و اوایل دهه 80 روی کم و کمرویی یا شرمنده روی به عبارت دیگه تحقیقات بسیار مفصل را اجرا کرد هم در امریکا و هم به خاطر که بتانه نتایج تحقیقات بین آنچه در امریکا دیده و فرهنگ های دیگه مقایسه بکنه چندین کشور دیگه هم سفر کرد و در اونجا هم این تحقیق را انجام داد در چیزی که جالب است است که در تحقیقات ای روانشناس مشخص شد که در خود امریکا در او سالها تقریبا چل فیصد افرادی که در تحقیق از اشتراک کرده بودند گزارش دادن که به درجاتی از کمجورتی از, از از رنج میبرن ام، اما شاید این برای ما جالب باشه که خب اگر فرض به بگذاریم که از ده نفر چهار نفر یک مقدار از کمجورتی دارن ما چرا متوجه نمیشیم با تحقیقات بیشتر متوجه شدن که بسیاری افراد در این کتگوری قرار می که اینا در ظاهر خود کمجورتی را نشان نمی مثلا در ای بخشبندی بعضی از معلم ها،, ها، سیاستمدارها، ها بعضی از گرداننده های برنامه های رادیویی و تلویزیونی بعضی از نویسنده ها یعنی کسایی که در تعامل اجتماعی وسیع قرار دارند و مشکلشان شغلشان هم اقتضا میکنه تا ارتباط اجتماعیشان گسترده تر باشه در بیرون یعنی از لحاظ ارتباط اجتماعی خود راحت هستند یعنی تا زمانی که محیط تحت کنترلشان باشه راحت هستند اما اینا از درون خود بیشتری کمجورتی یا کمروی را احساس میکنن و سر خود از درون بیشتر فشار وارد میکنن و اینمو مو که اشاره کردم برای از این افراد هم صدق میکنه مثال سادشی است که اگر یک سیاستمدار مدار زمانی که متن سخنرانی خود که او را حفظ کرده یا بیشتر سرش آکم است ارائه کنه بسیار راحت است اما زمانی که از او سوال هایی بکنن که مربوط به سخنرانیش نمیشه نمیتونه به امو فساحت و بلاغت حرف خود بیان کنه همچنین است اگر یک استادی که در یک حوزه یا مضمون بیشتر تبهر و مهارت داره وقتی که میره حرف میزنه بسیار راحت است اما اگر پرسش مطرح شوه که یک مقدار متفاوت باشه از آنچه که خودش ارائه کرده برش میتونه که یک ناراحتی ایجاد بکنه و معذب شوه یعنی نتونه که آنچه که احساس میکنه را درست بیان بکنه آه برحال این تفاوت عمده در این فیصدی وجود داشت یعنی ما در موارد زیاد متوجه از این قضیه نمیشیم اما ای به این معنا نیست که کمجورتی در افراد کمتر است اتفاقا بعد از او تحقیق که تازه ادامه پیدا کرده از او زمان تا حال نشان میده که این فیصدی هنوز بالاتر هم رفته و چیز جالب است که در کشور مثل امریکا که بیشتر روی روابط اجتماعی تاکید می و افراد بیشتر تشویق میشن که از لحاظ فن بلاغت و فساحت و گفتگو و اجتماعی بودن مهارت بیشتر دارن اینا تشویق, تشویق بیشتر هم میشن و فرصت های بیشتر هم برشان قرار میگیره و در نتیجه ممکن است افراد که کم روتر و کم هستند در آشیه قرار بگیرن و فرصت های خوب برشان مساعد هم نشه ولی جالب است که ای فیصدی انوز هم بالا رفته که روی ای که چرا این ای موضوع پیش آمده بیشتر گپ میزنیم اما در ابتدا از اینمی روان شناس فلیپ زنباردو که روی کمجراتی تحقیق مفصل انجام داده یک ویدیو چهار دقیقه ای است که با هم میبینیم و بعد از او چون ویدیو به زبان انگلیسی است من خلاصه مطالبه که ارائه میکنه را باز خدمتتان خواهم گفت با هم میبینیم